رکوردش رو بزنم براتون. سلام سلام سلام، خیلی مخلصیم. فقط بچه های عزیزم ببینید، بچه ها ما امروز این کلاس الان در حال حاضر مخصوص بچه های جامعه است، به اضافه بچه هایی که حالا مهمان هستن و حالا اونایی که قوی هستن دیگه. من دوباره تاکید میکنم این کلاس یه کلاس عادی نیستش. چرا میگم مخصوص بچه های جامعه؟ چون ما تو کلاس نوبان هنوز تابع مرکب و وارون رو درس ندادیم، ورود نکردیم بهش، تابع مرکب وارون و اعمال روی توابع. بنابراین یه سری سوالا، چون این سوالای جامعه است، مثل قلمچی که از سیتا 8 تاشو شما نداشتید و اول مشتق، چون اینا رو ورود نکردیم تو نوبان، این کلاس مخصوص بچه های عزیز جامع و بچه هایی که حالا مهمان ما هستن، قدمشون رو چش ما. فردا بچه های نوبان رو میبینم. آزمون دارید از مقدمات تابه، هم بچه های نوبان هم بچه های جامع مشترک. دوباره یه کلاس خیلی مهم داریم فردا مشترک ساعت 8 و اونجا بررسی میکنیم. نوبانی ها اگر دوست داشته باشن میتونن سوالای مشترک رو باشن، ولی من ترجیح میدم که برن همون کاراشون رو انجام بدن و بعدا این کلاس براتون هست. یه موقع یه تایمی براتون میذارم که این کلاس رو حتما نگاه کنید که دیگه کامل باشه و براتون جامع باشه. اوکی، متوجه شدین؟ پس ببین با خودتونه. حالا من میدونم سر هر کلاسم باید بگم دیگه، سر هر سوالم باید بگم، با خودتونه. نوبانی هایی که دوست دارم بمونن بمونن. من تابه رو پایه درس دادم تا الان به شما، حدود 30 ساعت فقط پایه درس دادم، ورود نکردم به مرکب و وارون. اینجا توی سوالای آزمونای جامعه ورود کرده به مرکب و وارون و مشتق. به همین خاطر دیگه با خودتونه دیگه. حالا من سر هر کلاسم سعی میکنم دوباره بگم. بقیه یعنی چی مهدی جان؟ بقیه کجان؟ آره فردا آزمون دارید دیگه. نکته و تست هم انشاءالله از اسفند ماه، اواخر اسفند ماه شروع میشه. سلام 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 به روی ماهتون. خب بچه خیلی کار داریم، کلاس خیلی مهمی داریم. من اول بهتون توضیح بدم، توی این کلاس من میخوام 4 تا آزمون سنجش و ماز و من اینم ببرم بالا، قشنگ حلم کردم براتون، نشستم دیشب تا صبح اینا رو براتون نوشتم که سرعتمون زیاد بشه بتونیم همه اینا رو داشته باشیم. سنجش و ماز و عرضم به خدمت شما که گزینه 2 و گاج، این 4 تا آزمون رو میخوایم بررسی کنیم. آماده بشید برای آزمون بزرگ فورتیک و گاجم براتون بیارم. 26 دی گاج، اینم 26 دی گاج. آماده بشیم برای آزمون بزرگ فورتیک، برای اینکه بتونیم همه این سوالا رو بررسی کنیم. من اینا رو براتون یه بار حل کردم که وقت نگیره، در واقع بتونیم توی این کلاس خوب تمام سوالات رو بررسی کنیم. سرعت کلاس بالاست بچه ها. بله دیگه، بچه های نوبان قطعا از کل تابع آزمون دارید تا اونجایی که خوندیم، و جامع مشترک هم هست این آزمون که حالا عرض میکنم خدمتتون. عرضم به خدمتتون که سرعت کلاس بالاست، سطح کلاس بالاست، سوالای ساده بررسی نمیشه، سریع گذر میکنیم، عبور میکنیم و سوالات سخت و چالشی و خوب رو بررسی میکنیم. در این حال درس هم دوره میشه، هر دفعه تو هر آزمون جامعه که میریم یه بار بخش های مهم درس دوره میشه. عرضم به خدمت شما که شروع کنیم. من تصمیمم اینه که با سنجش شروع کنم. آزمون بسیار عالی بود، من واقعا تبریک میگم به طراحای این آزمون. نمیدونم کیا هستن، فقط مطمئنم که تغییر کردن، چون یعنی یه ذره زیر و رو شده دیگه، یعنی آزمون سنجش زیر و رو شده. و در حال حاضر امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، واقعا با فاصله قوی ترین و با کیفیت ترین آزمون بوده. حالا از این بگذریم که به هر حال یکی دوتا اشتباه ریز توش بود، اونم حالا طبیعیه، هیچ اشکال نداره، قطعا حل میشه. هر سیستمی وقتی تغییر میکنه اوایلش این اتفاقات میفته.
اما ما هدفمونه که از این سوالای خوب استفاده کنیم. خب بچه های عزیزم، شروع میکنیم با سوالای تابع جلو میریم. آزمون سنجشی که میخوایم شروع کنیم الان حل کنیم 20 تا سوال داشت. سوالای تابش، اولین سوال در واقع ترکیب یک نوایی و دامنه بود، دومین سوال برد تابع مرکب بود، سومین سوال یه سرسره بود و بعدن یک نوایی و انتقال، چهارمین سوال دوباره ترکیب تابع مرکب و نمودارها بود، پنجمین سوال هم دوباره وارون و مرکب ترکیب شده بود، ششمین سوال هم دوباره وارون و مرکب ترکیب شده بود. سوال بسیار زیباییه. هفتمین سوال آزمون یه سوال خیلی ساده بود، استراحت بود، اینجا زنگ تفریح داده بودن. هشتمین سوال یه سوال از بخش پذیری بود. دیگه هفت تا، در واقع هفت تا سوال از تابع، 6 تا سوال از تابع داشتیم، از سوال هفتم وارد حد و پیوستگی شدیم. 6 تا از تابع بود، از هفتم وارد حد و پیوستگی شدیم. یه همسایگی ساده بود، یه بخش پذیری ساده بود تقریبا، یه دونه صف صف، یه دونه حد بی نهایت مثلثاتی، یه دونه صف صف روم رادیکالی، حد در بی نهایت چند جمله ای، نمودار دوباره حد بی نهایت شبیه کنکور 99 و وارد مثلثات شدیم. نمودار مثلثاتی، نمودار مثلثاتی، سوال بسیار زیبا، معادله مثلثاتی، دوباره تقریبا کاربرد مثلثات، تقریبا کاربرد مثلثات و در نهایت دو تا سوالم، دو تا یا سه تا سوالم از مشتق داشتیم. یه دونه مماس داشتیم، یه دونه در واقع یه جورای ترکیبی از زاویه و خط و اینا بود و سوال آخرم یکی از زیباترین سوالایی بود که من تا به حال دیدم این سوالو. حالا بچه‌های عزیز نوبانیمون، هیچ اشکالی نداره، شما به نظر من چتو ببندیم، یعنی چی چتتون یک طرف هست، منظور شما چیه آقای سجاد؟ بعدش هم اصلا به شما چه ربطی داره که من چتم باز باشه یا بسته؟ شما مگه وکیل بندی؟ امیر حسین جان عرض کردم نوبانی ها الان تو همین آزمون، ببین 1 2 3 تا سوالو اینجا نخوندید، میتونید بمونید سوالایی که دوست داشتید رو ببینید، سوالایی که هستید رو ببینید، 3 تا سوال بودید، 3 تا سوال اینجا نخوندید، 1 2 3 4 5 و 6 تا سوالم اینجا نخوندید هنوز، یعنی 9 تا سوال رو نخوندید عزیزم. خب شروع میکنیم بچه های عزیز من با سوال 1. تابع FX مساوی X رو داده، گفته این سوال نسبت به این تابع نسبت به منبر X ها قرینش کن. X همون لوره بچه ها، علی بیرانوند خودمون، لوره لاغر، یه لوره چاق هم داریم. ضابطه لوره چاق چیه؟ بچه های جامعه بنویسن برام، بچه های جامعه بنویسن برام، ضابطه لوره چاق چیه؟ امروز کلاس HD یه مقداری تأخیر داریم. بچه هم که سوالای بی ربط میپرسن حالا الان بدونن که من جواب نمیدم دیگه، چون من کار خودم الان باید انجام بدم. سلام سلام سلام، به به، آفرین ریحان خانوم، به به، مبینا، کیمیا، سیدعلی، آفرین آفرین. خب خوبه خوبه، عالی، به به، اوه عالی عالی. خب به اندازه کافی دانش آموز عالی خوب داریم که حواسش سر کلاس باشه. بسیار خوب. گفته ایشون رو قراره که دوره کنیم دیگه، با این کار یه دوره ای هم بکنیم. گفته این رو نسبت به محور x ها قرینه کن، اسمشو بذار ژ x، پس ایشون ژ x و منفی x میشه. x جزو اون تابه هاییه که وقتی قرینه میشه فرقی نمیکنه، تو نمیدونی که نسبت به محور x ها قرینه شده یا نسبت به محور y ها قرینه شده. من به شما گفتم بچه ها این تابه چرا اینجوریه، اسم این تابه چیه، اسم این تابه چیه؟ تابه‌ای که نسبت به مبدأ قرینه است اسمش چیه بچه های عزیزم؟ آفرین آفرین، چون این تابه فرده،
فرق نمیکنه. یعنی تو متوجه نمیشی وقتی نمودارشو میبینی، متوجه نمیشی این نسبت به محور ایکس ها قرینه شده یا نسبت به محور ایگرگ ها قرینه شده. من ذره گین اینو کم کنم که نور بهتر بشه، تخته رو شما بهتر ببینید. درسته بچهای عزیز من؟ پس این تابع منفی ایکسه. حالا میگه اگر دامنه تابع ایشون به صورت آتابه باشد. بچه دامنه این تابه یعنی رادیکال یه چیزی واضح آتابه باشه. خب ما اینو هنوز تو نوبان نخوندیم، تو جامع درس دادم. زیر رادیکال خب قطعا باید بزرگتر مساوی صفر باشه. زیر رادیکال یعنی چی؟ جی سه ایکس منهای دو منهای جی ایکس دو. بچه ایشون باید بزرگتر و مساوی صفر باشه. اینجا می نویسم ایشون باید زیر رادیکال بزرگتر و مساوی صفر باشه. یعنی چی بچه ها؟ یعنی اینو ببرم اونور، جی سه ایکس منهای دو جی، اینجا می نویسم جی سه ایکس منهای دو باید بزرگتر مساوی جی ایکس دو باشه. خب ما توی تعریف تابع خوب دقت کنید، نزولی. الان جی ایکس نزولیه و این نکته خیلی مهمیه که شما باید اینو می فهمیدید از توی متن سوال، از توی در واقع صورت سوال. تابعی که نزولیه وقتی جی ایکس دو بزرگتر از جی ایکس یکه، یعنی ایکس دو باید چی باشه بچه ها بگید؟ وقتی جی زیاد شده، جی زیاد شده، ایکسش چی شده تو تابع نزولی؟ تابع نزولی ایکس کم شده. در واقع تو تابع نزولی وقتی ایکس دو بزرگتر از ایکس یکه، جی ایکس دو کوچیکتر از جی ایکس یکه. پس اینجا وقتی از طرفین جه ها رو میزنیم، جهت نامساوی ما عوض میشه. این کلاس برای بچه های نوبانم و آینده، حالا ما نگه میداریم. هر دانش آموزی که قوی میشه، یعنی دانش آموز قوی، تعریف من از دانش آموز قوی، دانش آموزی که کار میکنه، زحمت میکشه. این کلاس یک کلاس عالی و یه در واقع ذخیره خیلی خوبیه. پس بچه ها وقتی ما از طرف ج میزنیم، جهت عوض میشه. سه ایکس منهای دو باید کوچیکتر مساوی ایکس دو باشه. اینا رو ما میبریم اونور، میشه بزرگتر مساوی صفر. جواب باید بشه خارج دو ریشه، ولی خب بین گزینه ها خارج دو ریشه نبود. طراح محترم اینجا اشتباه کرده بود و ویراستار خوبی نبود که اینو طراحو در واقع بیاد، چون آدم وقتی داره سوال تر میکنه، فکر میکنه یه سوال به این قشنگی مینویسه بچه ها، خب خودش ممکنه حواسش به یه سری چیزا نره. کسایی که سوال نوشتن، کسایی که کار کردن میدونن. قطعا این آزمون باید یه ویراستار خوبی داشت. یه آره منهای اینجا میذاشت، یعنی یه آره منهای اینجا میذاشت، جواب میشد آره منهای آتابه. یکی از زیباترین سوالات توی این ژانر و شاید زیباترین بود. پس جوابش خارج دو ریشه، آره منهای یک تا دو، که خب جوابشو اینجا نداریم. این سوال اول بود، خیلی سوال قشنگی بود. به به، ببین این کلاس پس مخصوص بچه های جامع، مخصوص بچه های جامع، دوباره تاکید میکنم، و بچه های نوبانیه که خب اینا رو خودشون حالا رو کتابم شاید خوندن، ولی من هنوز اینا رو به نوبانی هام درس ندادم. هنوز ما تو ریاضی پایه ایم و هستیم، حالا فعلا این جلسه هم هستیم. حداقل مینیمم 30-35 ساعت یه دانش آموز باید پایه بخونه، بعد وارد تابع بشه، وارد مشتق بشه، وارد کاربرد مشتق بشه. یکی از زیباترین سوالایی که واقعا توی تابع مرکب میشد داد، ترکیب کرده، یعنی طراح این سوال قشنگ چند تا تست کنکور جلو چشش بوده و اینا خیلی به شما کمک میکنه، شمایی که میخواید کنکور بدید حرفه‌ای و میخواید 100 بزنید ریاضی رو تو کنکور. بچه ها آره نکتهش رو گفته بودم بهتون دقیقا. بچه رادیکال 4 منهای x تو اسمش چیه؟ بچه های من بنویسن اسمش چیه؟ ببینم چند نفر می نویسید رادیکال 4 منهای x تو اسمش چیه؟ خیلی مهمه اینجای کلاس. آفرین، به به، آیناز زنگنه شروع کرد، کرکره رو داد بالا، فروشگاه رو وا کرد. بودو ببینم بقیه، ماشاءالله، ریحانه، مبینا، همه بیا، محمد، مریم، ماشاءالله، مهدی، آفرین، هلیا، امیرحسین، علی، مصطفی، نیلوفر، نازنین، ریحانه، دیگه نمیبینم دیگه، احسان، هادیه، مبینا، سید فاطمه، آفرین، کوثر، فاطمه، محدثه، کسرا، خره بالا. ما قیافه اینا رو میدونیم،
وقتی که میگه ژ اف ایکس، تازه بعضیاتون مبانین، من هنوز اینا رو به شما درس ندادم. وقتی به تو میگه ژ اف ایکس، یعنی ایکس ها باید برن تو اف، مشخصا ایکس میخواد بره تو اف دیگه. خب ایکس که نمیره مثلا توی پس تو، یا ایکس که نمیره توی در واقع واکنش شیمیایی که تو فصل سینتیکتونه، یا ایکس که مثلا نمیره توی مثلا وسط دی ان ا و آر ان ای که نمیره، ایکس میره تو اف دیگه. پس ایکس میخواد بره تو اف، پس ایکس باید برای اینکه ایکس بره تو اف، اف باید بهش اجازه بده دیگه، ایکس بیا، ایکس باید عضو دامنه اف باشه. پس ایکس باید دروازه منفی 2 تا 2 باشه. این از اینجا، اما دامنه نخواسته، برد خواسته. اما اف ایکس میخواد بره این تو، یعنی خروجی اف، یعنی چه کاری اصلا به این ایکس ها نداره. میگه شما میرید تو اف دستکاری میشید، من خروجی اف رو میگیرم. خروجی اف چیه بچه های من؟ 0 تا 2. خروجی اف 0 تا 2ه. پس ایکس در واقع این ایگرگایی که تو بازه 0 تا 2ن حالا میخوان بیان تو ژ. حالا ژ تابع درجه 2ه، برد ژ رو میخواد. خیلی قشنگه، بستگی داره. پس در واقع تو الان چی داری؟ در واقع میخوای بدونی این درجه 2 به ازای ایکسای بین 0 تا 2 چه محدوده ای داره؟ بستگی داره که اون 0 تا 2 کجاش باشه. مثلا 0 تا 2 اگه اینجا و اینجاش باشه، بردش میشه اینجا تا اینجا. اگه اینجا و اینجاش باشه، بردش میشه از اینجا تا اینجا. اگه 0 تا 2 مثلا از اینجا تا اینجاش باشه، بردش میشه از کف تا بالا. اینا رو ما تو فصل مشتق میخونیم تحت عنوان قضیه مقدار اکسترموم، که بچه های قبل پارسالی یادشونه. اف سر بازه، اف ته بازه، اف بحرانی های توی بازه. اما خوشگل قضیه اینه که اصلا مربع کامل هم نمیخواد عزیزم، حالا شما دانش آموز من نیستی. خوشگل قضیه اینه که تو ایکس دوی منهای ایکس به اضافه 5/4 رأس سهمیش منفی ب به روی 2 1 دومه. من عرض از مبدأش هم 5/4ه. من شکل فقط میکشم. این سوال و این قبیل سوالات فقط با نموداره که مهمترین و مطمئنترین و بهترین و سریعترین حل داره. من میگم ایکس 0 تا 2 میاد توی این سهمی. این سهمیه رأسش 1/2 سطح کلاس بالاست. این سهمیه رأسش 1/2. شما وقتی که از 0 تا 2 میخوای وارد این کنی، از 0 تا 2 میخوای وارد این کنی، خب رأسش هم هست، پس مینیمم میشه عرض رأسش. ماکسیمم چیه؟ اف 2. عرض رأس چنده؟ 1. پس جواب یا گزینه 3 میشه یا گزینه 2. اف 2 رو کافیه پیدا کنی که اف 2، 2 رو که جاگذاری میکنی میشه 13/4. پس جواب میشه از 1 تا 13/4. یعنی جواب برد این تاب است. و بچه‌ها این کلاس دیگه کلاسی نیست، گفتم این کلاسی نیست که من بخوام دوباره برگردم، من میخوام 4 تا آزمون حل کنم، مثل کاری که کسی انجام نداده تو هیچ کلاسی. این که دوباره بخوام توضیح بدم و اینا نمیشه بچهای عزیزم. البته بچهای من میدونن، منتها اینو برای دوستان مهمانمون میگم که من معذرت میخوام، این کلاس با کلاس خودمون یه مقداری متفاوته. خب بچه ها بریم سراغ سوال. این سوالم بی نظیر بود، بریم سراغ سوال سوم. بازم یه سوال زیبا، بازم نمودار. قبلا ما بچه بودیم یه تبلیغ نشون میداد، تبلیغ داروگر بود، بعد یه عروسک کوچولویی بود و همه جا داروگر رو میدید و بعد میگو بازم تو داروگر. اینم ما باید بگیم بازم تو نمودار. بچه این یه سرسر است. یه دانش آموز خوب، یه دانش آموز قدر که میخواد ریاضی رو بالای 60-70% تو کنکور بزنه، چیکار میکنه؟ میاد نمودار رو میشناسه، میدونی که سرسره، ریشش این منفی 2 اون 4ه، پس سعودیه اون وسط از منفی 2 تا 4. گفتم بهت همیشه از کوچیک به بزرگ سعودیه، از بزرگ به کوچیک نزولیه، از کوچیک به بزرگ سعودیه، از بزرگ به کوچیک نزولیه. خب این از کوچیک به بزرگه. این ریشه اولش منفی 2، ریشه دومش 4ه، یعنی از منفی 2 تا 4ه. ولی این اف ایکس نیست، این اف ایکس منهای 1ه، یعنی ایشون یک واحد تشریف بردن جلو. خب اول یه واحد برگردونش عقب، اف ایکس تو درست کن. آها مگه نبود منفی 2 تا 4؟ خب یه دونه بیاد عقب میشه منفی 3 تا 3. خب خیلی هم خوب، پس شد منفی 3 تا 3. پس دامنه اف منفی 3 تا 3. حالا اف هرچی، اینو ما تو نوبان هنوز نخوندیم، با اینکه انتقال خوندیم ولی اینو هنوز نخوندیم. دامنه اف هرچی، هرچی باید بره تو دامنه اورجینال قرار بگیره بچه‌ها.
همیشه حواستون باشه وقتی دامنه ی اف هرچی رو از شما میخواد، اون هرچیه باید اجازه بگیره بره توی اون دامنه. دامنه اف ایکس که باز اکیدن سعودی بوده منفی 3 تا 3 بوده دیگه، حالا این هرچیه باید بره تو منفی 3 تا 3 قرار بگیره. البته با انتقال هم میتونیم حل کنیم. متاسفانه جواب این سوال هم تو گزینه ها نبود، یعنی دوباره یه اشتباه مثبت منفی انجام شده. حالا یکی شاید با خودش بگه که آقا تو چقدر با بی خیال، چقدر ساده، حالا سه تا سوال نوشته تو توش جوابش نبوده. پیش میاد اگر کار کرده باشی، پیش میاد اگر بدونی بخوای سوال قشنگ بنویسی، سوال جدید بنویسی، طراحی کنی، تفکر کنی، پیش میاد. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. قبلا سنجش اینجوری نبود که کپی میزد یه بانک تستش 20 سال همش سوال تکراری میداد، همه سوال یکی بود، آدم اعتراض میکرد، آدم ناراحت میشد، ولی الان دارن کار میکنن واقعا. با انتقالم میشد اینو حل کرد. با انتقال چجوری میشد حل کرد؟ من به بچه‌ها یاد دادم اول باید تکلیف 3 رو روشن کنیم. یعنی باید بگیم اول باید بگیم اف ایکس به اضافه 3 یعنی چی؟ یعنی اف ایکس 3 تا میاد به سمت چپ، یعنی این دامنه‌ای که در اون باز اکیدن سعودی منفی 3 تا 3 میاد چی میشه؟ حالا میتونه خود منفی 3 و 3 هم باشه دیگه که اکیدن سعودیه، 3 تا میاد تا چپ میشه منفی 6 تا 0. بعدن چون x دوم داره، بعدن منفیش چیکار میکنه؟ منفیش قرینش میکنه نسبت به محور y میشه 0 تا 6. حالا چون x دوم داره باز میشه، میشه 0 تا 12. پس a به اضافه b دوم میشه 12 دوم، یعنی 6 که تو گزینه ها نبوده. خب من همین الان گفتم بچه ها توی این کلاس ما نمیتونیم یه سوالو بیشتر از یک بار بگیم. آقا مهیار الان میگه یه بار دیگه میشه بگید؟ مهیار جان ببین عزیزم، تو یا الان اومدی تو کلاس، که اگر الان اومدی تو کلاس اشکالی نداره، اگر الان اومدی تو کلاس عزیزم اشکال نداره، شما همه مهمون ما هستید، قدمتون رو چشم. ما دوست داریم همه بچه های عزیزمون رو دوست داریم که واقعا یه کلاس یه کلاس مفید بشه، منتها من باید مدیریت کنم دیگه عزیزم، برادر متوجه هستین؟ من باید مدیریت کنم که بعد نهایتاً به شما نتیجه خوبی برسه. بنابراین خواهشی که ازتون دارم، پاسخنامش که غلط، این سوال غلطه دیگه، آره اشتباه شده تو پاسخنامش، هم احتمالاً اشتباه کرده پویا جان. حالا احتمالاً جلوت هست داری میبینی، ولی چه بچهای خوبی هم، مهمونای خوبی هم داریم امروز. امروز حالا مهم نیست کانون تا حالا غلط داشته یا نه. تو مگه عزیزم محمد جان، تو مگه مسئول نظارت مثلا بر آزمون‌های آزمایشی هستی؟ مگه واحد بازرسی آزمونای چی کار داری؟ مهم نیست، تو کارتو انجام بده، تو استفاده کن از آزمون برادر. امروز بچه‌ها نوید بدم به بچه‌های خودمون جامعه نوبانیا که یه سری مهمون قوی هم تو کلاسمون هست، سطح کلاسمون هم خیلی بالاست. ایول خدا رو شکر خیلی خوشحالم. خب اینم از سوال 3 که حالا بازم عالی بود و حالا یه اشتباهی کرده بودن، من یادم نیست دقیقاً، من پاسخونش رو خونده باشم میفهمم کجاش اشتباه کردن، ولی مطمئنم عجله‌ای نوشتن اینو، ولی عالی نوشتن و عالی و شاهکار. و چقدر ما رو رسمای اینا کار کردیم این قسمت، شاید تا بچه نوبان هم اگه هستن هنوز. آره محمد میبینی، و این محمد میگه چقدر آفرین نوع تفکر و دیدگاه طراحا عوض، و میدونی انقدر که این مارکت داره روز به روز قوی تر میشه، یعنی بچه دانش آموزی که بیاد محمد این آزمونو درصد بالا بزنه، اون دانش آموز باید واقعا امیدوار باشه و اون معلم باید به اون دانش آموزش افتخار بکنه، واقعا آزمون لولش عالیه. آره باید راه درست. آفرین امیر، آفرین امیر، به 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 به، خیلی خوش اومدین. همه بچه های خودمون دارن به شما خوش آمد میگن و خیلی ممنونم. مرسی علی جان، مشتی. آره آره بچه ها، اگه من یه سوال رد میشم بعدا آفلاینش رو میتونید چند بار ببینید. x صفر، آخه x مساوی صفر بردش نبود امیر حسین جان، بردش از کفش بود، کفش یعنی عرض رأسش بود داداش. حالا بعد تو کلاس خودمون توضیح میدم. f x خو اینا رو ما بلدیم بکشیم بچه، واسه رسم این قدر مطلق رو در نظر نمیگیریم، ماز پایینیم و بالا میرویم، منفی یک ریشه ساده است میاد بالا، میره میره میخوره تو سه میشکنه میره بالا، چون ذاتن درجه دومه بین این دوتا رأسش داره تکرار میشه. چه کلاسیه، چقدر خوبه بچه ها. بعدا سطحتون بالا رفت بازم میتونید نگاه کنین، بهتر لذت ببرین، دو بار سه بار به خدا ارزش داره.
بچه ها میشه منفی یک تا سه رأسش یک، یک رو توش جاگذاری کنم عرض رأسش مقدارش میشه 4. این تابع افکت تو داری تابع رو میبینی، تموم شد، تموم شد. معادله اف او اف دارای چند جواب است؟ اف او اف. الان بچه های نوبان باید خوشحال باشن که ما میخوایم ورود کنیم به اینا، همه اینا رو بلدیم. اف اف ایکس، بازم ایکس تو اف میخواد بره دیگه، تو پستو که نمیخواد بره، که تو ج و تو اچ و توی اون استادیوم 100,000 نفری آزادی که نمیخواد، ایکس میخواد بره تو اف دیگه، ایکس هم باید بره تو اف. برای اینکه ایکس بره تو اف باید عضو دامنه اف باشه. خب مشکلی نیست، دامنه اف اصلا مشکلی نداره، اف اصلا میگه بیان همه تون بیان، اف کامل در رو وا گذاشته همه بیان. اما اف ایکس میخواد بره تو اف، گفته اف اف ایکس صفر بشه. اف صفر بشه یعنی کدوم بیرونیه صفر بشه؟ این میخواد صفر بشه. همیشه بچا حرف آخر رو این میزنه، حرف اول مال اینه، حرف آخر مال اینه، درسته بچه ها؟ اف میخواد صفر بشه، میگه اف چند جا صفر میشه؟ اف بخواد صفر بشه، گوش بده، خوب گوش بده، اف اینجا و اینجا صفره، یعنی تو منفی یک و سه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه اف بخواد صفر بشه تابه رو نگاه میکنم میبینم اف منفی یک صفره، اف سه صفره. پس ایشون وظیفهشون چیه؟ وظیفهشون اینه که برای اف منفی یک رو تامین کنه، سه رو تامین کنه. ایشون وظیفهشونه که بشه منفی یک، پس مساوی منفی یک میذارمش، میشه یه جواب. ایشون وظیفهشونه که بشه سه، پس مساوی سه میذارمش، میشه سه تا جواب. سه تا جواب اینجا، یه دونه جواب اینجا، میشه 4 تا. بی نظیر بود این سوال. عرفان جان 700 بار این سوال رو پرسیدی عزیزم، قطعا این آزمون سطحش بالاتر بود و بعدش بقیه تقریبا توی یک سطح بودن. حالا ببینیم فورتی که ما هم بیاد ببینیم چی میشه. ما توی این 20 روز دورمون 6 تا آزمون رو تو تمام آزمون ها بررسی کردیم، همه سوالاشون، یعنی به ترتیب میگم کانون دوباره بررسی کردیم، هر هفته که بررسی کرده بودیم، سنجش، گزینه 2، فورتیک، ماز و گاج. حالا از این 6 تا، این 6 تا اومدن آزمون جامعه هم گرفتن دیگه. حالا آزمون جامعه که دارن میگیرن، کانونو که همون روز تو کانالم بررسی کردم، هم ریاضی هم تجربی، وارد حالا 5 تا دیگه شدم که یکی شما نداریم، یکی شو 3 بهمن قرار برگزار کنیم، فورتیک که آزمون بزرگ خودمونه. خب اینم سوال بسیار زیبایی بود، واقعا خیلی خوب و آموزنده و قوی. همیشه یادتون باشه بچه‌ها، توی تمرین باید وزنهای سنگین‌تری رو بلند کنید. توی تمرین، سر تمرین تو میخوای اگه تو مسابقه بری مثلا پرسینه 200 کیلو بزنی، تو تمرین باید 250 کیلو زده باشی. همیشه تو کنکور استراب بیشتره، استرس بیشتره و شما باید توی این مدت تمرین آرامش بکنید. چی به شما آرامش میده به نظرتون؟ به نظرتون چی بیشتر از هر چیز به یک دانش آموز کنکوری، فردا صبح کنکوره، میخوای بری کنکور بدی، بیشتر از همه چی آرامش میده به شما؟ دوست دارم بنویسید اینو و بعد بریم سوال بعدی رو حل کنیم. اونایی که دوست ندارن تو این بحث هم شرکت کنن به سوال فکر کنن. اولین آزمون فورتیک نیست عزیزم، چهارمین آزمون فورتیکه. مبینا عالی گفتی، شما میتونید از کتاب استفاده کنید، از کانال ما استفاده کنید. نیایش عالی گفتی، هدیه خانم جواب شما رو دادم. علی عالی گفتی، محمد عالی گفتی، آفرین آفرین. اعتماد به نفس محصول چیه محمد جان؟ آفرین، تسلط بالا. حالا ممکنه تو درس و بلد باشی. زهرا میگه قرآن موثر، واقعا داری میگی؟ قرآن که قطعا موثره، ولی شوخی داری میکنی؟ چاکر خودمونی البته، فکر کنم ادبیات منه. قرآن خوبه واسه کسی که کار کرده، ولیس خود قرآن میگه ولیس للانسان الا ما سعا، درسته؟ پس ما باید واقعا عمقی قرآن رو درک کرده باشیم و ازش استفاده کنیم. بچه ها تنها چیزی که به شما آرامش میده اینه که شما بلد باشی کارو، بدونی که فردا آماده ای، بدونی که فردا مشکلی نداری. و یک موضوع هم خیلی مهمه بچه ها، این وقتایی که تلف میکنید روز کنکور باید جواب بدید. روز کنکور دانش آموز داریم، زیاد داشتیم، من اینا رو مطالعه کردم، رفتار بچه ها رو مطالعه کردم در طول سال. دانش آموز اگر میومد اینجا توی این اتاق ازش امتحان میگرفتم،
20% هم سختتر از اون آزمون بود میزد 70%، رفته کنکور زده 30%. به خاطر اینکه کنکور هر سوالی رو که میبینی یه دفعه دنیا میاد جلو چشت، وای چرا درس نخوندم، هی اون روحیه سرزنش کننده خودت وارد کار میشه. بنابراین بچه ها یه کاری کنید. امیر رضا واقعا راست میگی، یه کاری کنید که روز کنکور خودتون رو سرزنش نکنید. سردار روم میگفتش که هرچی عرق بیشتری سر تمرین بریزی تو جنگ خون کمتری ازت میره، و سعی کنید عرق بیشتر بریزید. سوال بسیار زیبایی، من نمیدونم واقعا چجوری خودشون حل کردن. تابع وارون رو به شما داده. البته یه چیزم بگم، من تو جلسه آخر، یعنی 100 تا سوال آخر دوره 20 روزمون، حداقل 60 تا سوال سنگین حل کردم. ویدیوشو نذاشتم، ولی واقعا سطح اون سوالا خیلی بالا بوده که تون 500 تا تستی که براتون گذاشتم. F منفی 1 رو داده، گفته J X هست F J F H X، مثلا J X هست F H X. حاصل J منفی 1 9 میخواد، یعنی وارون J J منفی 1 9. بچه من اینجا دیگه J رو ندارم که به جای Y بذارم 9. این سوال سوال ساده ای نیست، سوال آسون نیست، کسی میتونه این سوال حل کنه که کامل درس و بلد باشه. بچه من وارون FHX رو میخوام، وارون FHX یا FOH. کتابتون میگه تو تمریناش میگه وارون FOH میشه H منفی 1 O F منفی 1. میگه اگر یک مرکبی رو خواستی وارون کنی، اول اینا رو برعکس کن، دونه دونه وارون کن، بعد با هم ترکیب کن. وارون اف اچ ایکس میشه اچ منفی 1 ایکس اچ منفی 1 اف منفی 1 ایکس، برعکس وارون میشه. حالا چی رو خواسته؟ ژ منفی 1 در نقطه 9 رو خواسته. بچه ها اچ منفی 1 اف منفی 1 ایکس. خب بچه ها ژ منفی 1 9 رو خواسته، یعنی 9 میره اینجا دیگه، یعنی اول F منفی 1 9. هم میتونم عددی برم حالا جلو، هم میتونم تابه رو بسازم. من اینجا تابه رو ساختم، یعنی من اومدم چی گفتم؟ من گفتم که این الان J دیگه، درسته؟ وارونه این چی میشه؟ یعنی در واقع J منفی 1 F منفی 1 فلان. ژ منفی 1 وارون خط راحت ترین وارونه، من سری به دستش آوردم، گفتم این شیبش 3، پس شیب وارونش میشه 1/0. یه عدد 0 بهش بدم میشه منفی 4، پس اون بر منفی 4 بدم باید بشه 0. وارون رو به دست آوردم، یعنی من اچ منفی 1 رو به دست آوردم. حالا اچ منفی 1 چی رو میخواد؟ اف منفی 1 9. اف منفی 1 9 رو به دست آوردم 15. چرا؟ اینو مساوی 15 قرار دادم. F منفی 1 9، یعنی 9 رو توش جاگذاری کردم. 9 یعنی به جای ایکسش، خود F منفی 1 رو دارم دیگه، به جای ایکسش گذاشتم 15 میشه 15، به جای ایکسش گذاشتم 9، معذرت میخوام، F منفی 1 9، به جای ایکسش گذاشتم 9 میشه 9 به اضافه 2 3 تا 6 تا شد 15. حالا 15 رو به جای ایکس ها گذاشتم شد 5 به اضافه 4 3 19 سمون. سوال خیلی قشنگیه، من دوباره یه بار دیگه توضیح میدم. بچه ها کتاب درسی به ما گفته وارون اف او اچ این تمرین کتابه، اچ منفی 1 او اف منفی 1، پس وارون این تابه میشه اچ منفی 1 اف منفی 1، اچ منفی 1 اف منفی 1. خب اچ منفی 1 رو من تابش رو نوشتم، خط بود دیگه، وارونش رو نوشتم. حالا اچ منفی 1 چی؟ به جای ایکس اف منفی 1 ایکس رو بذار. گفته در چه نقطه ای؟ گفته ژ منفی 1، این ژ دیگه، الان ببینید این الان ژ ایکسه، الان بر اساس گفته خود سوال این ژ ایکس اف اچ ایکس، پس ژ منفی 1 ایکس. این حالا ژ منفی 1 9 میخواد، پس من اینجا به جای ایکس هم میذارم 9، پس اف منفی 1 9 خودش هم اف منفی 1 رو داده که دیگه منطقی باشه. اف منفی 1 9 میشه 15، به جای ایکسش گذاشتم 15. و سوال بسیار زیبایی بود. سلام امیر مهدی جان. امیر رضا داری کیف میکنی ها؟ آفرین علی آذرنور. بچه جامعه دلم براتون یه ذره شده بود، ببخشید آقا احسان، معذرت میخوام، ببخشید. ایشالله شما بیاد به ما یاد بدید آقا احسان. خب ایشالله ما درصد شما رو ببینیم سر کنکور.
من شماره تو رو یادداشت میکنم، حتما درصدت اینا رو حتما رصد میکنم. آره. خب 121 سوال بعدی، سوال ششم آزمون بود. F و داده گفته F و F به اضافه F منفی 1. ولی آقای احسان خان، ادب خیلی مهمه که آدم وقتی میاد توی یه کلاسی با یه کسی که حالا اسم استاد روشه داره صحبت میکنه، ادب رو رعایت کنه. خدا نکنه تو یه موقع پزشک بشی، خدا نکنه تو یه موقع مثلا کاری بشی تو این مملکت، وگرنه خون این مردم رو تو شیشه میکنی عزیزم. ادب رو رعایت کن، مؤدب باش. حالا شاگرد هر کی هستی اشکال نداره، مؤدب باش. من وظیفه دارم اینو بهت بگم، حالا اینکه تو یاد بگیری یا نگیری مهم نیست. خب بگذاریم، نرود میخواهن این در سنگ. اف ایکس رو به شما داده. بچه ها این تابع، بچه ما سه تا تابع معروف داریم که اینا وارونشون خودشون میشن. بچه های جامعه من میدونن سه تا تابع معروف داریم که اینا وارونش خودشه. این سه تا تابع چیان؟ مهمترینش هموگرافیکیه که این دوتا قرینه هم باشن، یعنی آودی قرینه هم باشن. مهمترینش هموگرافیکیه که آودی قرینه هم باشن که وارونش میشه خودش. امیر جان شما سر کلاس هستین؟ که این بچه هایی که میان بیادبی میکنن و به هر حال بدونید دیگه اینا آیدی کلاس اینو دارن دیگه، هستین امیر جان؟ امیر خان، بچه های عزیز، همکارای گل من توی کلاسینو، قربونت برم احمد رضا جان، فدات شم، مرسی. خب نیستین یا شاید هم هستین یه ذره طول میکشه تا تکستون بیاد. آها امیر جان لطفا نگاه کنین داداشم، یه سری ها هستن میان بیادبی میکنن، حرفای مزخرف میزنن، بالاخره منم میبینم چون چطور رو همش میبینم، یه مقداری به هر حال آدم هر چقدر بخواد از یه تکنیک خاصی استفاده کنه بالاخره نمیشه دیگه، بالاخره میبینه دیگه. پس کسایی که میان بیادبی میکنن به هر حال میدونم که پالیسی کلاسینو اینه که بالاخره اینا بلاک بشن، باشون برخورد بشه. لطفا اینا رو نگاه کن عزیزم، مرسی. منم حالا یادداشت کردم بهت میدم اسمشونو. خب اوکی، بعد میگم آقا تو اومدی فقط تو کلاس من که خرابکاری کنی، فش بدی بری، آقا تو بیکاری، کنکور نداره یعنی تو؟ یعنی واقعا تو خودت، یعنی این چقدر آدم میتونه نوچه باشه، چقدر آدم میتونه ذلیل باشه واقعا. ما کلاس رایگان گذاشتیم بچه مردم استفاده کنن، میای اینجا به من سر کلاس چرت و پرت میگی؟ خدایا اللهم اشف کل مرزانا، اللهم اشف کل مرزانا، اللهم اشف کل مرزانا، واقعا خدایا عاقبت ما رو به خیر کن. خب چاکرم. آقا پس اینا وارونشون خودشونه، ایده خیلی قشنگی داشت این سوال. این توابه که آودی قرنه همان وارونشون خودشونه، درسته؟ دیگه چه تابه وارون خودش؟ یک ایکسون معروفترین تابعیه که وارونش خودشه. یک ایکسون بچه ها کلن نسبت به نیمساز قرینه است دیگه، و کلن دو ایکسون من باشه اینجوریه، سه ایکسون من باشه اینجوری، فقط شیبش بیشتر میشه توی نزولش اطراف شاخه تیزتر میشه. دو ایکسون، سه ایکسون، به طور کلی تمام آ ایکسون ها نسبت به نیمساز قرینن و وارونشون خودشه. بکشم برات، تمام آ ایکسوم ها نسبت به نیمساز قرینن، نسبت به نیمساز قرینن. ای بابا، خب از من اینو درستش کنم. آره تمام یه یک ایکسوم میخوام بالاخره کشیدم، اینا همه نسبت به نیمساز قرینن و وارونشون خودشونه. و دیگه چه تابعی وارونش خودشه بچه ها؟ ای گفتین یکی هموگرافیکایی که آودیشون قرینه است، یکی همه ساده ترین هموگرافیکا یعنی آیکسوما. دیگه چه تابعی؟ بچه ها هر خطی که شیبش منفی یک باشه، هر خطی که شیبش منفی یک باشه، مگه این نیمساز نیست؟
هر خطی که به صورت منفی x باشه، یعنی منفی x باشه، این وارونش خودشه. بذار با یه رنگ دیگه بکشم. ببین منفی x، حالا منفی x به اضافه 1، منفی x منهای 1، اینا همه وارونشون خودشونه. اینجا براتون نوشتم اینا رو. اما میگه آقا این تابع وارونش خودشه. حالا میگه f او f، یعنی ترکیب تابع با وارونش میشه چی؟ میشه تابع همانی. f f منفی 1 x، اصلا کلا x وقتی وارد f میشه، بعد وارد f منفی 1 میشه، دوباره x میاد بیرون دیگه. حالا چه f منفی 1 f x باشه، چه f f منفی 1 x باشه، در نهایت میشه x. پس این xه، f منفی 1 x هم که خودشه، پس x به اضافه خودش نیمساز ناحیه اول رو قطع میکنه، پس با x قطعش میدم. y مساوی این که شد ایشون، y مساوی اون، این مساوی اون، اینا با هم میرن، این مساوی صفر میشه و xش به دست میاد 3/5. بچه های عزیزم بسیار سوال زیبای، بسیار، یعنی واقعا آدمی که اینا رو نبینه از این آزمون بیاد ایراد بگیره، واقعا بی انصافه و قوم بنی اسرائیل در جلوش باید بره جلوش لونگ بندازه. قوم بنی اسرائیل هم یعنی روش کم میشه کامل. بسیار سوال قشنگی بود، ایده خیلی زیبایی داشت. اما یه زنگ تفریح داشتیم، همسایگی عدد 3 بین. البته باید آزمون چنین سوالاتی داشته باشه، یعنی باز حتی به نظر من یه ذره سخت بود. کاش یه تابع راحت ترم اون وسط ها بود، بین مثلا دومی و سومی، سومی و چهارمی، یه سوال راحت ترم کاش که بود، آزمون بیشتر نزدیک میشد به فضای کنکور. چون بچه شما که میرید آزمون میدید، بالاخره گناه نکردید که، باید در واقع فکر بشه به روح شما، به روحیه شما، به احساس شما، به مغز شما باید فکر بشه. کنکورم اینجوریه، کنکورم چینش سوالا طوری است که همش سخت باشه. حدود 40% سوالا اصلا خوبه، رلست، روونه، یعنی کسی درسو بلد باشه قشنگ اون 40% 50% رو کامل راحت میزنه. خیلی‌ها توی این، حالا از یه ماه بعد شروع میشه، میگن کجا رو بخونیم، کجا رو حذف کنیم، میرن تو فاز حذف، و من تا حالا ندیدم کسی بره تو فاز حذف و مثلا رتبه خیلی عالی بیاره، و من خیلی مخالف حذفم، میگم حذف نکن، همه رو بخونید، چون 40-50% سوالای کنکور سوالای آسون از همه مطالبه، و تو اون چیزایی که حذف میکنی در واقعش ممکنه 2-3 تا سوال آسون، 3-4 تا سوال آسون تو اون چیزایی باشه که تو حذف کردی و اینا از بین بره. x بین این دوتا باید باشه کوچیکتر از 5، بزرگتر از 2/3 میشه بین 2/3 و 5، بین 2/3 و 5 میشه 1, 2, 3, 4، و 4 تا عدد صحیح وجود داره. سوال بعدی، این بسیار شبیه به کنکور 99ه، یعنی قشنگ سوال کنکور 99 شو که نگاه کنی، 99 باز میکنم همینجا دم دستمونم باشه، کنکور 99 بچه های عزیز من، تجربی 99 باز کنم داخلشو، و سوال بسیار شبیه، یعنی اینه، ببین آقا کن این سوالو که میبینی، پی ایکس برای این بخش پذیر باشد، اگر کیو ایکس مساوی این، حاصل این کدام است؟ که خیلی الان این سوال سنجش هم که میای میبینی، میبینی به شدت شبیه اینه، ولی سوال سنجش به نظر من از این قشنگ تره. ترکیب کرده با حد، واقعا بی نظیره ها، یعنی کسایی میفهمن، اولا دانش آموزای خیلی عالی که خیلی زحمت میکشن، خیلی کار میکنن، اینا رو درک میکنن، و معلمایی که بالای 15 سال درس دادن. ببین داره میگه کیو ایکس هست، ایکس پی ایکس فلان فلان، یه تابعه، حد ایشون تو 3 موجوده، حد شما تو 3 موجوده، چطور به تو گیر نداد، چطور حد تو 3 موجوده، چطور موجوده آمو؟ میگه آه 3 مخرج ما یه صفر میکنه، 3 مخرج ما یه صفر میکنه، صورت ما هم صفر بوده، صورت ما هم صفر بوده تو 3 که ما موجود شدم، و یعنی ما موجود نبودم، ما ناموجود بودم، ما بی نهایت بودم. آفرین، حتما. ببین داخل لیست کلاس اصلی سحر خانم سعی میکنیم، ولی حالا مهم هم نیست، اشکال نداره، حالا داخل لیست نشد خارج لیست به شما تقدیم میکنیم کلاسو. پس صورتش هم صفر بوده، آفرین، حفری بوده. پس سه رو بذارم صفر صفرمه، سه رو بذارم صفر صفر، پس پی 4 صفره،
پس پی 4 صفره، باقی مانده تقسیم کیوی ایکس بر ایکس منهای 4 میشه کیوی 4. یعنی بزن تو گوش مخصومون الی، بزن تو گوش مگوش گوش مخصومون الی، گفتم بزن تو گوشه، بزن تو گوشش. پس کیوی 4 رو از تو میخواد، کیوی 4 یعنی به جای ایکسات بذار 4، میشه یا علی کریمی 4 تا پی 4 منهای فلان، پی 4 صفره میشه منفی 2. بی نظیر، عالی، خوشگل، بیس، حیف نیست این سوالا حل نشه، بررسی نشه. خب بریم سریع، دوست دارم هی ابراز احساسات کنم رو سوال. نمیشه یه سوال خیلی خوبه، دوباره یه برش داده به بچه، آقا اینم بزن دیگه، اینم بزن حالشو ببر. سوال شبیه چه سوالیه؟ برای من بنویسید ببینم کیا مسلطن به کنکور. ماشاءالله مصطفی، چه مهمونای خوبی داریم امروز. امروز پروفسور هم تو کلاس ماست. شما پروفسور برانکو که نیستی خدای نکرده عزیزم. امروز پروفسور هم در جمع خودمون داریم. من امروز میخوام اسم مهمونای خوبمونم بگم سر کلاس. دوست دارم اسماشون به یادگار بمونه تو کلاسم. بچه که میبینم خوب فعالیت میکنن، مؤدبن. خب درست نیست که فقط آدم اون عده معدودی 4 تا 5 نفر دور از جون همه شما بی شخصیت و بی خانواده رو ببینه، که بالاخره باید. منم قشنگ سر شدم ها، 3 سال پیش که شروع میکردیم تو کلاس اینو، یکی میومد فوش میداد، چون من بالاخره 16 17 سال درس داده بودم، نه به کسی فوش داده بودم، نه کسی به من فوش داده بود، نه کسی به من تو کلاس بی احترامی کرده بود. بعد می اومدم می دیدم کلاس رایگان، یه سری ها میان حرفای برکیک می زنن سر کلاس، اصلا دیوانه می شدم و یعنی واقعا یعنی ناتوان می شدم اون لحظه، می خواستم برم خفش کنم. ولی الان دیگه تجربه که میگن همینه دیگه، دیگه فهمیدم واقعا اونا اومدن که اونا می خوان که من اعصابم خورد بشه، من کنترلم از دست بدم، اونا دست گذاشتن رو نقطه ضعف من، من حداقل بذار که برای خوشحال نشدنشون و شادی روحشون این کارو بکنم و خلاصه بتونم خودم رو کنترل کنم. آفرین به بچه‌ای که جواب دادن. سوال شبیه کنکور 98. علی جان ماشاءالله. سوال شبیه کنکور 98. دو پی سوم بذارم. اولا که ساری تو زرتی دیدی، حد نگو همرزی هوپیتال، خواهش میکنم، خواهش میکنم ازت. آره سید فاطمه، تا زرتی دیدی حد نگو همرزی هوپیتال، خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم ازت. سینوس دو پی سوم که میشه، من میبینم بچه، من میبینم رادیکال سه دومو، من میبینم منفی داره، صورت یه عدد منفیه، صورت یه عدد منفیه، ببینم مخرج چه صفریه، ببینم مخرج چه صفریه، ببینم مخرج چه صفریه. دو پی سوم منفی میبینم، دو پی سوم منفی رو میبینم، میبینم. ببین ببین ببین، من میبینم، تو میبینی؟ ببین من میبینم، آیا تو میبینی؟ دو پی سوم منفی، تو خود دو پی سوم کوسینوس میشه منفی یک دوم، تو دو پی سوم منفی میشه منفی یک دوم مثبت، یعنی مثلا یه ذره بیشتر از منفی یک دوم، یعنی مثلا منفی 14، منفی 45، مثلا دو تا منفی 45 میشه منفی 9، یک منفی 9 میشه یک دوم، یک دوم چیه؟ صفر مثبت. پس عدد منفی به صفر مثبت میشه منفی بی نهایت. این هم چه؟ البته سوال کنکور 98 از این سخت‌تر بود. چرا؟ چون اون 4 تا گزینه بود که یکیش این بود. اون سوال کنکور 98 خیلی شلوغ میشه دیگه، براتون بیارم ولش کن. اون 4 تا گزینه بود که یکیش این بود. اما بریم سراغ سوال بعدی. این سوال شبیه چه سواله؟ یک کنکوری حرفه‌ای باید اینجوری باشه. این سوال شبیه سوال کنکور بود. شبیه چه سوالی بود؟ زنده باشید. مرسی، ممنونم هدیه خانم. بله شما که سلطانی علی جان، شما که ثابت شده ای، زنده باشید سمیه خانم، خیلی ممنونم. اگه جلسه اولته، این کلاس خیلی برات سنگینه ها، تو این کلاس من درس نمیدم، فقط دارم مرور میکنم. نه نه کنکور 99 نیست. سری نفر بعدی، اشتباه کردی؟ اشتباه کردی؟ اشتباه کردی؟ این سوال کنکوره داخل و خارج 95 بوده بچه ها. آفرین مریم دیلم، شاگرد عزیز من از استان قهرمان پرور گلستان علی آباد. داداش پرچم بالا، پرچم علی آباد، علی آبادی بالا.
خب آقا میگه این x به سمت 2ه، x به سمت 2 دو بذاریم بالا صورت کس صفره، کسی که صورتش صفره قاعدتا باید صفر بشه، پس چطور به تو گیر نداد، چطور عدد شدی؟ مخرجم هم میگه صفر بوده، میگه من صفر صفرم بودم، اینا با هم رفتن و یه اوپیتالی اون وسط به من زدن و حفری شدم و جوابم یک سوم شده، حفری شدم و جوابم یک سوم شده، پس این دو مخرجم صفر میکنه، پس دو آی به اضافه به هم صفره، اوپیتال زدم و جواب شد یک سوم، آبین به دست اومد، سوال بسیار معقول و مناسبی بود، معقول و مناسب، چقدر معقول و مناسب. اوکی اوکی 95 بود داداش، 94 نبود مطمئنم. کتاب اجراته چک کن، من تو رو قبولت دارم، هر چی تو بگی من قبول دارم. از الان میخوای شروع کنی محمد حسین جان؟ اصلا بحث اصلی ما همینه، از الان شروع کردن تا نکته اوتست خیلی طول میکشه، نکته اوتست از تو اواخر اسفند یه جلسه است، بعد شروعش میشه اوایل اردیبهشت. من راستش نظرم اینه که اگر میخوای شروع کنی به کلاس نوبان اضافه بشی اگه برات مقدوره. سلام علی آقا علیزاده. خب میگه تو بی‌نهایت شده صفر. آقا تو بی‌نهایت چجوری شدی صفر؟ تو بی‌نهایت زمانی که چند جمله بروی چند جمله صفر میشه که بگو به من، بگو به من. چشم چشم خانم اشکلی، چشم، بله حتما میذاریم زهرا خانم، میشه نظاری من نظرت؟ کامیار 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 کردی؟ هر بجی هر بجی کامیار، کامیاران بگی جواب منو بدید. آفرین. چی چی پرتاو چی 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 آمو چی چی آمو چی چی میگویی؟ لهجتم خارجی معلوم نی چی چی میگویی؟ وی تو واسه اونایی که ریاضیشون خوبه ممنوعی. آها مخرج باید قدرتر باشه، ماشاءالله پسر، مخرج باید قدرتر باشه، اگه توان برابر باشه که صفر صفر نمیشه که. رجب رجب طیب اردوغان، رجب طیب اردوغان. ها کامیار کرمان، ایول ایول، مخلصم کامیار جان. مخرج باید توانش بیشتر باشه، پس اینا باید ضریباشون صفر باشه، آ باید باشه منفی 2، آ باشه منفی 2، ب میشه 6، حالا آ به اضافه ب میشه منفی 2 به اضافه 6 یعنی 4، که عدد به روی بی نهایت بشه که بشه صفر. دوره میکنیم، اگر جواب عدد غیر صفر شد یعنی صورت و مخرج هم توان بودن، یعنی توان پرتوان صورت و توان پرتوان مخرج با هم دیگه برابر بودن. اگر جواب صورت قوی تر باشه جواب بی نهایت میشه. قبلنا بچه های ریاضی میخوندن، بچه های تجربی میخوندن که اگر صورت یه درجه بیشتر باشه مجانب مایل داره، ولی الان دیگه این چیزا همه پر. این سوال شبیه چه سوالی بود؟ ایکس منهای قدر مطلق ایکس، بگو ببینم. آفرین. تو بی نهایت که پر توانه، تو ایکس به صفرم که کم توانه، اگر که دیدیم تو کس رادیکال، بیا همه گی با هم میگیم هوپیتال. نویدگیان نویدگیان، کنکور 99 بود دیگه. آفرین مینا، سر کلاس ها هستی؟ نمیبینمت زیادا. نرجس اشتباه کردی. محمد ایرج ماشاءالله، ایرج ماشاءالله، محمد مهدی فضل‌الله ماشاءالله، آخ آخ پویا زدی تو خاکی، علی زدی، علی رفی. آها آقا این خیلی معروفه دیگه، این خیلی معروفه دیگه بچه ها. این سوال ایکس منهای قدر مطلق ایکس، اگر ایکس مثبت باشه که مخرج نابود میشه، اگر ایکس مثبت باشه که مخرج فینیتو. کنکور 98 آفرین. اگر ایکس مثبت باشه مخرج فینیتو، مخرج از بین میره، پس حتما ایکس باید منفی باشه، حتما ایکس باید منفی باشه. این جمله یه که تو کتاب نوشتم ها، قبل از کنکور تو کتاب نوشتم واسط بیارم. آفتاب آمد دلیل آفتاب برات بیارم، برو حالشو ببر، سوالو بیارم. کنکور 98 تجربی بود، ایکس به اضافه قدر مطلق ایکس بود مخرجش. ما کجا نوشته بودیم اینو تو کتاب؟ نوشته بودیم، بیا بنویسیم تو کتاب،
رو درخت، رو پر پرنده، تو ابرا. نوشته بودیم بالای صفحه 232 هنوز وقت هست واسه خرید این کتابا. الان دیگه آخرین وقت هست واسه خرید این. بچه‌ای که میخوان واقعا شروع کنن یه کتاب پرتست خوب نیازه الان که 5 ماه 6 ماه مونده به کنکور. گفتم اگر تو مخرج یک از ایکس منهای قدر ایکس یا قدر ایکس منهای ایکس داشتی، تو صفر مثبت حدی وجود نداره، چون مخرج کلا نابود میشه. فینیتو فینیتو، نابود میشه. پس ایکس باید حتما صفر منفی باشه، چون ما مهمترین چیزی که تو قدر مطلق میدونیم اینه که اگر توش مثبت باشه خودش میاد و اگر منفی باشه قرینش. پس باید منفی باشه توش که قرینش بیاد بیرون که مخرج بشه 2x. پس حتما سمت در همسایگی سمت چپ فقط تعریف شده، فقط در همسایگی چپ محور ایگرکا که خط x مساوی صفر تابع تعریف شده، در همسایگی راستش اصلا تعریف نشده. حالا چپ حدش منفی بی نهایته یا مثبت بی نهایته؟ چپ صفر منفی میره، اینجا دوتا صفر منفی میشه، صفر منفی عدد مثبت صفر منفی میشه منفیه بی نهایت، پس پایین باید بره. پس گزینه یک سوال بسیار منطقی و معقولی بود، یک سوال خیلی راحت از نمودار مثلثاتی. بچه ها نصفش تا پی دوم اومده، پس کامل تا پی میره. بچه های نوبان هنوز کسی هست؟ بچه های نوبان هنوز کسی تو کلاسمون مونده؟ مثلثاتیه نوید، مثلثاتی که سوژه همه بود که داداش گرفتی ما رو. سید احمد رضا آفرین، هانی هستش، نوبانی ها کیا هست؟ هادی زارعی هستش، طیبه خانوم هستش، آن طیبه تو هم نوبانی میدید، راست میگی. حسین هستش، پوریا مونده، سعید خانوم مونده. کرد کرمانشاهی چه بگم؟ کرد چه بگم؟ میدانی چه میگی؟ حسن هستش، مریم هستش، بابا دمتون گرم ها. کسرا هستش، مصطفی هستش، پوریا هستش، بچه نوبانیامون. امروز چون HDA یه مقداری چاکرم نوید جان، مهمون حبیب خداست، قدمت رو چشم ما. مهدی خانم هستش، امیر حسین، حسن، محدثه، نوبانیامون. خب دیگه خیلی سریع شد، دیگه نمیتونم ببینم. خب بچه های گل من به سلامتی، نوبانیامون اینا رو فولن دیگه. تا کجا اومده این؟ وقتی نصفش تا پی دوم اومده، کلش تا پی اومده. پس چی شده؟ پس نصف شده. گل من دستبردار، گل من چرا نصف شدی؟ پس ضریبش 2 بوده یا منفیه 2. اما عرض کمربند 6 واحده، پس 3 برابر شده، پس ب بوده 3. قاعدتا وقتی 3 برابر میشه باید از منفی 3 شروع شه، این از منفی 1 شروع شده، پس آ بوده 2. ولی من یه گله دارم، تنها گلم از هر طراحی که به این موضوع توجه میکنه. خیلی نگاه فرمولیه، چرا آخه ام باشه منفی 2؟ آخه کوسینوس که منفی رو میخوره، ولی خب میدن، ما باید حواسمون باشه دیگه. خوشگلش این بود که آ به اضافه ب به اضافه ام، اون ام مثبته رو میذاد 2 به اضافه 3 به اضافه 2 که میشد 7. اگر هم 7 گزینه بود هم 3 بود که سوال غلط میشد، یا میگفت بیشترین مقدار ممکنش کجاست که 7 میشد. ولی وقتی 7 نیست تو میگی خب اوکی، این ام میتونه منفی هم باشه، اصلا تأثیری نداره، ام میتونه منفی هم باشه، شد سلیقه منه ها، شد این سلیقه منه. پس منفی 2 با 2 میره میشه 3. اینم از این سوال، در مجموع سوال خیلی منطقی بود. به 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 سوهل جان چی بگم برا؟ چی بگم برای من داره آخه؟ آو دیره بابو سده سوهل جان کوی دری تو ره تابع فلان بر روی محور ایکس ها پاره خط هایی به طول 2 ایجاد میکنن. خود تانجانت طبیعی رو ببینید، خود تانجانت اینجوریه دیگه، از منفی پی دوم تا پی دوم، پی دوم تا سه پی دوم، منفی سه پی دوم تا منفی پی دوم. خود تانجانت این شکلیه. وقتی میگه که امیر محمد واسه چی گفتی اونو، وقتی که میگه که پاره خطی به طول 2 ایجاد میکنه، یعنی اون نقاطی که داره با محور ایکس ها برخورد میکنه طولشون 2ه. و بچه ها همون فاصله ای که این دوتا مجانب ها دارن، همون فاصله هم این نقاط دارن. پس بچه ها داره میگه دوره تناوب این تانژانت 2ه. دوره تناوب تانژانت برعکس سینوس و کوسینوس که 2π بود، π بود.
پس تانژانت چیکسش میشد پی به روی چیش، پی به روی آپی میشه دو، این پی پی با هم میرن آ بوده یک دوم. از طرفی چون تو سه منفی شده، چقدر خوشگل سوال دادی بابا، عاشقتم، دمت گرم، هر کی که هستی من یه بهتون پیداش کنم اینو کی اینا رو در بکنه. تو سه منفی شده منفی بینایت، خود تانژانت سیستمش اینجوریه که چون مشتقش یکه به اضافه تانژانت دوه، در شاخه های خودش اکیدن سعودیه. وقتی اکیدن سعودیه، سمت چپ شاخه مثبت بی‌نهایته و سمت راستش منفی بی‌نهایته. این برعکس سمت چپش شده منفی بی‌نهایت. پس این تانژانت منفی بوده، پشتش منفی بوده، ضریبش منفی بوده. پشتش که اجازه ندادی منفی بذاریم، پس تو کمانش باید منفی بذاری. خوشگل، چه سوالی بود، عاشق تو هم. بچه‌ها اینجوری قوی میشن، وای وای وای. یعنی اگه سنجش زودتر تصمیم میگرفت، سیستمش رو اینجوری میکرد، چقدر میتونست به بچه های ما کمک کنه و چقدر بدبخت بیچاره رو واقعا کمتر کنه، چون خیلی با آزمون سنجش سالهای گذشته بدبخت شدن. پس آ بوده منفی یک دوم. خیلی دوستش داشتم این سال، خیلی خاص و جدید و واقعا بی نظیر. اما رسیدیم به معادله مثلثاتی، سوال 15 همه آزمونه. جواب معادله مثلثاتی در بازه روی داره مثلث، رأس های یک انزلی هستن. محیط انزلی کدام است؟ بچه کیفیت سوال رو میبینید؟ آقا ماشین چه مهمه که ماشین من چیه؟ خدایا چرا سوال هایی میپرسین که آدم فقط قصه بخوره؟ آقا من اصلا ماشین ندارم. آقا چرا این موضوع انقدر باید مهم باشه واسه بچه های ما؟ عزیز دلم سید، سید فدات شم، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. خب آقا میبرم اون بر کوسینوس 4x میشه کوسینوس 2x، از 4x میشه دو کاپی به اضافه منهای 2x، یکی میشه کاپی و میشه کاپی سوم. کاپی اینجا و اینجاست، کاپی سوم پی سوم پی سوم میرم جلو، اینجا 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 اینجا، و چون خودش گفته دروازه 0 تا پی فقط تا همینجا نگه میدارم. طب حالا چی رو میخواد؟ محیط این انزلی رو میخواد. بچه ها این زاویه، این مثل یه شیش ضلعی منتظمه، این تمرین کتابتون تو مثلثات دقیقا، این مثل شیش ضلعی منتظمه بچه ها، نگاه کنید. خب اضلاعش یکه، یک زاویه ها 60 درجه است دیگه، پس اینم یکه، اینم یکه، اینم یکه، اینم که یک و یکه، پس میشه دو و سه میشه پنج. بی نظیر، پرفکت، پرفکت، پرفتو ده فلامنت اومات اکسویری الیونت دلاویگو ده کنت سینیارا. به 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 به، یعنی قشنگ کتابو باز کرده. بچه کسی میتونه بگه این یکی از تمرینای کتاب ریاضی 3؟ کسی میتونه بگه کجا بوده؟ مساحتش هم کاری نداشت، مساحتش هم میشد 6 تا رادیکال 3 چهارم 1 به توان 6 تا رادیکال 3 چهارم میشد. 3 تا معذرت میخوام، چون بالاسپوش مساحتش میشد 3 تا رادیکال 3 چهارم. عزیزم بچه این تمرین آخر صفحه 48 کتاب ریاضی 3، تمرین آخر صفحه 48 کتاب ریاضی 3 بچه های من، که این اون تمرین گفته بود چند تا مثلث میشه ساخت. این تمرین اومده گفته اگر محیط مثلث بیشتری مقدار رو داشته باشه، یعنی اون بزرگتره. تمرینه چی بود؟ بذار کتاب براتون بیارم، مثلا بذار بیارم، حالا زیاد اشکال نداره، زیادم شلوغ نمیشه. بریم تو کتاب درسی، منم یه چک کنم اشتباه نکرده باشم. کتاب درسی، کتاب درسی ریاضی 3 و وارون، این تو تابه است، صفحه 48 آخر مثلثات، آخر مثلثات. شما این البته ها که مثلثاتو فقط میبینین و نموداری حل میکنین همه رو، آخرش بود، آخرش از عشق تو مولا میمیرم 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 به خدا. مثلثی با مساحت 3 سانتی متر مربع مفروض است اگر اندازه دو ضلع آن به ترتیب 2 و 6 سانتی متر باشند، چند مثلث با این خاصیت ها میتوان ساخت؟ این آزمون بهترین آزمونه، آزمونی که مسیر و خط فکریش کتاب درسیه. میگه آها مساحتش 3 سانتی متر مربعه، اضلاعش 2 و 6ه، من وقتی 2 رو دارم، 6 هم دارم،
دو رو دارم، شیش هم دارم، این مثلث منه، زاویه بینشون آلفاست، یک دوم آب سینوس آلفا شده چند؟ شده سه. پس این دو با این دو میره، پس سینوس آلفا بوده یک دوم، پس آلفا هم میتونه 30 درجه باشه، هم میتونه 150 درجه باشه. حالا این مثلث بزرگه رو از شما میخواد، پس این دوتا میشه، این دوتا میشه، پس این هم میتونه 2 و 6 باشه، پس این هم، پس این هم. حالا سوال برمیگردیم به سوال سنجش بریز، سنجش بریز، بریز، چرا پیداش نمی کنم؟ اینهاش میگه مساحت مثلثی به طول اضلاع 2 و 6 برابر 3 است اگر محیط مثلث بیشتری مقدار، یعنی اینو میخواد. مجموع زوایای حاده مثلث کدام است؟ یعنی این 150 مجموع اون دوتا 30 میشه پیششون. پس امیر محمد هم یکی از مهمونای خوبمونه امروز. ترازوی قلمچی به خاطر اینکه سید تقلب خیلی زیاده دیگه، به خاطر این اشکال نداره. تو چیکار داری به تراز؟ کسی با وضع تراز قلمچی که چیزی به شما نمیده که عزیزم، تو کارتو درصدای خوبتو بزن، با تحلیلای آزمون استادا چک کن، درصد خوبتو پیدا کن، ترازت هم پیدا کن. زنده باشید نوید جیان. حالا نوید گیان اونا رو هم حل میکنیم. خب بریم در مثلث آبسه. زاویه بی 2 برابر 30. البته حالا ما تو هندسه درس میدیم، هر وقت این تصویر رو میبینید نیمساز بی رو اگر بکشید خیلی مسئله قشنگ میشه، اما تو هندسه زاویه بی 2 برابر 30. چون من یعنی نیمساز بی رو بکشم این مثلث متساوی ساقین میشه دیگه. حالا الان بگذاریم، الان بگذاریم، الان نمیخوام ورود کنم به این موضوع اصلا، چون قشنگ یک ساعت ما رو میبره توی یه جاده دیگه، وقت نداریم الان تفریحی بریم آزمونا، مجبوریم سریع بریم برسیم، مراسم داریم. اگر بی مساوی 2 و 3 باشه، آبی 8 باشه، آسی 12 باشه، آقا کتاب ریاضی 10 در واقع اومده مساحت مثلث رو که درس داده قضیه سینوس ها رو عنوان کرده، گفته اگه مثلث آ باشه میشه 1/2 آبی سینوس آلفا، بعد گفته 1/2 آسی سینوس بتا، بعد گفته 1/2 بی سی سینوس تتا، بعد پس در واقع اینا رو چون مساوی هم قرار داده اگر طرف اینو تقسیم بر آبی سی کنیم و 1/2 ها رو بزنیم میشه قضیه سینوس ها. یعنی چی؟ یعنی سینوس آ به آ میشه سینوس بی به بی میشه سینوس سی به سی، یعنی در واقع سینوس یک کمان بروی زل روبروش مقدار ثابتیه. کی از این استفاده میکنیم؟ وقتی ما دو تا زل داریم و یک زاویه. من الان سینوس 2 و 3 سینوس زاویه B که 2 و 3 بروی زل روبروش 12 میشه سینوس C بروی زل روبروش که 8 باشه، که ساده کنم در واقع سینوس C به دست میاد. سینوس ساده که بکنم اینجوری میشه، میشه 2 تا سینوس 2 و 3، سینوس 2 و 3 هم که میشه 2 تا سینوس C کوسینوس C. اینو از اینجا بنویسم که اینا قاطی نشن، خودم این سینوس رفت این تو، خودم یه لحظه قاطی کردم چی نوشتم. خب بچه های من نگاه کنید، این سینوس 2 و 3 میشه 2 تا سینوس C کوسینوس C، یه 2 هم که اینجا داره، درسته بچه ها؟ اون برم که میشه طرف مثلا 3 تا سینوس C. سینوس C ها رو میزنم چون دیگه معادله که نیستش که صفرش رو بخوام کنار بذارم، کوسینوس C رو میخواد از من دیگه، پس کوسینوس C میشه چی؟ میشه 3/4. 3/4 وقتی کوسینوسش 3/4 اول از زاویه چند درجه است؟ 6/8 3/4 کوسینوسش 3/5 این 3/4 من اشتباه کردم، کوسینوسش 3/4 یعنی ایکسش 3 آرش 4 پس وایش میشه 7 رادیکال 7 پس رادیکال 7/3 چون تانژانتش رو میخواد میشه وای به ایکس، ایکسش 3 تانژانتش میشه رادیکال 7/3. بسیار زیبا بود. سوال بعدی در شکل مقابل رسیدیم به مشتقا. اینا رو من به نوبانی های عزیزم درس ندادم، به همین خاطر خب بالاخره من مجبورم برای بچهای جامعه‌ام اینجاها رو بگم، چون اونا بالاخره به جورای پیشکسوت شما هستن، از مرداد اومدن، حق دارن که اینا رو یاد بگیرن. پس شما ناراحت نباشین، خیلی زود به شما هم یاد میدم اصلا لا ریب فی. در شکل مقابل خط دی در نقطه ایکس مساوی 4 بر تابع اف ایکس مماس است. خط دی در نقطه ایکس مساوی 4
خط دی در نقطه ایکس مساوی 4 بر تابع اف ایکس مماس است. مماس است. اف پریم 4 مساوی 4 مشتق در نقطه تماس میشه شیب خط مماس. مشتق در نقطه تماس میشه شیب خط مماس. علی رضا جان مخلصم. چی چرا 5 نشد؟ 3 و 4 و 5 ایکس و ایگرگ و آر بودن. این ایکس و آرش 3 و 4 بود. خانم زمانیان متوجه شدی؟ ایکس و آرش اگه از لای قائمه 3 و 4 باشن وترش میشه 5. و همین خطایی بود که تو سوال کنکور 99 ریاضی بچه ها مرتکب شده بودن ها. هر 3 و 4ی که آرش 5 نیست. من خودم دیدی اولش اشتباه کردم. خب پس شیب 4ه. آقا شیب 4ه یعنی چی؟ طول پاره خط بی سی رو میخواد. آقا شیب 4ه یعنی هر یه دونه میره جلو 4 تا میاد بالا. خب از 2 به 5 3 تا رفته جلو. پس 3 تا رفته جلو 12 تا اومده بالا. شکل زیاد خوبی نیست. شکل باید این باشه. من کشیدم. حالا اینو میخواد. اینم که فیثاغورس میزنی 9 به اضافه 144. اینجا هم از یه 9 فاکتور بگیر که دیگه خیلی اذیت نشی. 9 که فاکتور میگیری 144 در واقع 16 ضرب در 9 میشه 1 اضافه 16 17 9 میاد بیرون میشه 3 رادیکال 17. سوال بعدی مشتق دوباره گفته خط مماس بر نمودار تابع اف. خط مماس بر نمودار تابع اف که نمیبینمش در نقطه 3 و اف 3 با جهت منفی محور ایکس در نقطه به طول منفی 1 زاویه 120 میشه. با جهت منفی محور ایکس ها با جهت منفی محور ایکس ها در نقطه ای به طول منفی یک زاویه 120 درجه می سازد. فقط شکل نجاتت میده. فقط شکل. پس وقتی این 120 این 90 این که 30 پس این 60 البته 120 هم میشه 60 دیگه. این زاویه 60 درجه است. تانژانت 60 درجه میشه مقابل به مجاور. تانژانت 60 درجه چند؟ رادیکال 3 مقابل به مجاور. مجاورش 4 خودش فکر کنم اشتباه کرده بود 3 در نظر گرفته بود که تو گزینه ها جوابش نبود چون جوابش میشه 4 رادیکال 3 دیگه. یعنی وای به روی 4 میشه رادیکال 3 پس وای میشه 4 رادیکال 3. اینم اون سومین سوالی بود که یه 2 شایدم 4 نوشته بوده 2 شده نمیدونم من پاسخنامه‌شو ندیدم. شایدم 4 نوشته بوده اشتباه تایپی بوده اینجا. بله چش احمد رضا اصلا تمرکز نداری یا اصلا داداش تمرکز نداری یا من میدونم شاید خوشت هم نیاد ناراحت هم بشی ولی اصلا الان کنکوری نیست. الان چرا اومدی سر کلاس؟ داداش برو یه سریالی فیلمی چیزی ببین اشغال کن برو با بچه محلتون بازی کن لذتشو ببر. مرسی علی جان نصرتی. مرسی داداش. مرسی که هستی. و زیباترین سوال این آزمون توی بحث مشتق سوال آخر آزمونه. میگه در یک تابه و شناخت تابه شناخت سر. چه جالب. ما همین بچه ها کی داشتیم در مورد اینا حرف میزدیم سر کلاسمون؟ جلسه قبل انقدر دیگه چیزای خفن گفتیم یادم رفته. نمودارا رو داشتیم بررسی میکردیم همین جلسه آخر بود. خب حالا بگذاریم. میگه اف پریم منفی 2 به اضافه اف پریم 6 صفره. اف پریم منفی 2 به اضافه اف پریم 6 یعنی این دوتا شیباشون قرینن. پس تو سهمی این دوتا در واقع هم ارزن که شیباشون قرینن. نه داداش نگفتم بگی ببخشید که من برای خودت گفتم عزیز دلم پسر گل. فهمیدی؟ اون ماشینه چیه کنارش وایسادی؟ خب پس اینا هم ارزن. آها محمد ماهین ایول. پس اینا هم ارزن. پس وسط اینا میشه محور تقارن سهمی. وسط اینا یعنی وسط منفی 6 و 2 وسط منفی 6 و 2 میشه x مساوی 2 محور تقارن سهمیه. بعد چقدر خوشگله. حالا من نمیدونم سهمی رو به بالاست یا رو به پایینه. ممکنه رو به بالا باشه ممکنه رو به پایین باشه. ممکنه این منفی 6 و 2 ریشه هاش باشن ممکنه ریشه هاش نباشن. اصلا مهم نیست. مهم اینه که اینا شیباشون فرق میکنه. حالا میگه جواب نامعادله آ در اف پریم منفی. بچه سهمی اگر رو به بالا باشه قبل از رأس نزولیه پس اف پریم منفیه. درسته قبل از رأس اف پریم منفیه. آ هم که مثبته پس آ در اف پریم منفی میشه قبل از رأس. اگر سهمی رو به بالا باشه این اتفاق قبل از رأس میفته. اما بعد اگه رو به پایین باشه اگه رو به پایین باشه سهمی آ منفیه
دوباره قبل از رأس افپیرین مثبته. یعنی همیشه بعد از رأس علامت آ و علامت مشتق با هم یکی هن. می نویسم همیشه، نکته نیستا، برای اینکه حالا یادت نره که دنبال چی بودیم. همیشه بعد از رأس سهمی، بعد از رأس علامت مشتق با آ یکی میشه و قبل از رأسه که این اتفاق میفته. رأسش هم که دوه، پس میشه قبل از دو. اینم بسیار متفاوت، اینم بسیار متفاوت. و نهایتاً شد سوالای سنجش 20 تا سوال عالی سنجش. برای اینکه وقتمون رو تلف نکنیم، 9 و نیم شد، 9 و 25 دقیقه شد، تقریباً 5 دقیقه که دیر شروع شد تا من اینو پیدا کنم، این کلاس خاص شما رو معذرت میخوام. اون لحظه‌ای که من داشتم میگشتم دنبال کلاس، زنده باشی نوید جان، شما منو میدیدین؟ همینجوری حیرون بودم که منتظر بودم، یعنی بین ساعت 8 تا 8 و 5 دقیقه. مخلصم احسان جان. تا بریم آزمون بعدی رو بیاریم، در مجموع یک بررسی هم اگه بکنیم این سوالو، عالی بود. درصد الان دانش آموزا، درصد دانش آموزا رو هم یه بررسی بکنیم. آها میدیدیم منو که حیرون بودم. معذرت میخوام حتما میبینم کجا فرستادی. من خیلی از درصدهای بچه ها رو ندیدم، چون اگه دقت کرده باشید جمعه آزمون که برگزار شد، من خب ما اینجا یه 8 ساعت و نیم اختلاف ساعت داریم و عقبیم از ایران، من تو ساعت تقریبا 4 صبح بیدار موندم که سوالا رو ببینم، فقط تحلیل رو بذارم توی کانال که بعد میاد میبینید خیالتون راحت باشه. بعد که خوابیدم بیدار شدم، باید سوالا رو تحلیل میکردم، برنامه رو می نوشتم، اصلا خیلی فرصتم کم بود. بعدن روز بعدش تازه رفتم دایرکتا رو دیدم. الان قول میدم که همه رو میبینم. ببخشید هنوز دو روزم درگیر همین سوالا بودم و اینا رو آماده کنم و معذرت میخوام. مرسی محمد جان. خب ما یه درصدم بگیریم ببینیم چه درصدی مناسب بود. خب واقعا این سوال اصلا سوال آسونی نبود. من نمیتونم توقع کنم دانش آموز حتی اگه مشتاقم خونده باشه این سوالو بزنه. اینو میشد زد مثلا بگیم یه دونه، تازه متوسط به بالا هم بوده، اینو یه دونه، این خوب بود، دو تا، حالا شاید اون قسمت آخرش هم حتی بچه‌ها به مشکل بخورن، ولی دو تا. قضیه سینوس ها رو باید بلد بود که میتونست این سوالو حل کنه، ولی راحت نبود، اصلا راحت نبود. من نمیتونم بگم این سوال راحتی، رد میکنم. این سوال چون تمرین کتاب بوده باید حل میکرده. سه تا، اینم دوباره اون داستان پنج ضلعی و محیطش خاص بود، این خیلی صورت سوالش خاص بود. این چهار تا باید اینو میزد، این پنج تا با توجه که کنکور 98 بود باید میزد، این شش تا حتما باید اینو میزد، این هفت تا حتما باید اینو میزد کنکور 98، این هشت تا حتما باید اینو میزد. سو کسی که اینو نزده نمیشه انتقادی کرد ازش. این نه تا حتما اینو باید میزد. اصلا نمیتونم بگم واقعا کسی که ایده این سوال به ذهنش نرسه، واقعا ظاهرش وحشتناکه. این 9 تا، اینم همینطور، اینم سوالی نیست که هر کسی بتونه بزنه، اینم همینطور. حالا این یه ذره که حالا جوابش هم نبود، ولی حالا مثلا بگیم در بهترین شرایط به نظر من کسایی که 50% زدن این آزمونو، همه گوش کنن به حرف من، خدایا یعنی میشه یه روز همه اینو یاد بگیرن و بفهمن کسی که این آزمونو زده 50% و آزمون قبلیش مثلا آزمون معلمش بوده زده 90% یا آزمون قلمچی بوده زده 100%، نمیتونه بگه من افت کردم. نباید بگه من افت کردم، و اگر بگه من افت کردم واقعا این مغزش افت داره، مشکل روحی روانی داره. هر آزمونی رو با خودش و شرایط خودش باید قیاس کنید. علی جان فکر کنم تو هم یه مقداری داداش امروز نتت مشکل داره، چون هیچ کس چیزی نگفته عزیزم. خب امین جان یه بررسی میکنیم حرف داشلی رو. مرسی. ای بای من، آها اینم که شارژ نداره. خب بریم سراغ آزمون دوممون، بریم سراغ آزمون دوممون. محمد جان خب دوم چیه بزنیم؟ گزینه دو ماز، گزینه دو یا ماز؟ ماز رو بزنیم. بریم ماز.
17 دی ماه ماز. خب چیزی که در مورد آزمون ماز خیلی